بنامه خدا و برز سلام. سلام خدمت تمام شما وطنداران مهربان، امیدوارم که هر کجا هستین خوب و صحتمند سر حال باشین. از زای دل باز هم قسمی که روال داشتیم هفته یک بار دو بار خداوند متعال قبول و مقبول بگردن. از طرف دوستای ما نظر صدفی که می داشتن گوشت گوسفند خرید میکردیم و در روی جاده ها تقسیم میکردیم. باز هم این بار نوبتش رسید تو یک گوسفند از طرف اسما جان دخترک کوچک اسما، البته اسما جان تورسن از امریکا بر ما پول روان کرده بودن. ما بیبیشان به نام نوریه همین زاده خداوند قبول و مقبول بگردن خدمت میشونم. و همچنان لباس هم از طرف مادر عادلت دادخوا هم باشن از طرف و همچنان لباس از طرف عادلت دادخوا برای اطفال نازنین هم داره و خداوند متعال هر نیت و هر مقصدی که دارن قبول و مقبول بگردونه و که در این روز در شرایط سخت نظر ختم و خیرات میکنن. شکر از شما ما را همراهی بکنین. ان شاء الله تا آخر برنامه بیننده باشین، ببینین که وضعیت مردم ما را و درد دل و حرفای مردم ما را با هم یک جا ما را بشنوین. پس ما را همراهی بکنین. وقت شما بخیر هموطنان مهربان. قسمی که دیدین گوسفند ذبح شد و خداوند متعال نذر و ختم و خیراتشون قبول و مقبول بگردانه. گوشت گوسفند از طرف اسما جان تورسند که بیبیشان نوریه امین زاده بود و خداوند قبول و مقبول بگردانه نظرشون. و همچنان لباس 12 جوره، 2 جوره کلان و 10 جوره دیگه خورد از طرف 7000 افغانی از طرف عادلت دادخوا. سلامت باشن، تشکر. لباس از طرف اونا و گوشت هم از طرف اسما جان کوچک که برای اطفال نازنین این بار ما به نظر گرفتیم، اطفال خیابانی. ببینیم که یک گوسفند چند پاکت گوشت داره. یکی دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده هفده هجده اینی هم نوزده بیست بیست و یک بیست و دو، بیست و سه، بیست و چهار، بیست و پنج، بیست و شش پاکت گوشت شده. خداوند متعال قبول مقبول بگردن و پوست کلاب بچه و چیزایش و البته پوستش داده پشت داده داله موتر است که انشالله رو هم به نیازمندان تقسیم بکنیم. پس داخل ما رو همراهی بکنین و دوازده جوره پیرن هم در داخل خرطا جا به جا شده که انشالله برای اعضای ما تقدیم بکنیم. مبلغ 11000 افغانی اسما جان تورسن، مبلغ 7000 افغانی هم بانو عادلت دادخوا روان کرده بودن. سلامت باشن، تشکر. ما رو تا آخر همراهی بکنین ببریم برای کودکای خیابانی تقسیم بکنیم. اینجا کابل است، جایی که بیشترین کارگران اطفال کارگر مشغول کار هستند. اطفال خیابانی که امروز میخوان به خاطر یک لقمه نان در روی جاده ها ببرن کارهای شاقه را انجام میدن. به این مناسبت تیم ما با
دوستا و با هموطنان مهربان ما که در بیرون کشور هستند برای این اطفال امروز ما نظر گرفتیم. یک گوسفند و همچنین یک جوره پرندبان که البته تقریبا یک لوگوشم از یک گوسفند و در ضمن پرنده بانای با هم و دخترانه هم بر بچه از طرف کارگاه ابتکار بانوان امروز برشون من نظر کردیم تا بر اطفال رو که در روی جاده کارا شاکر انجام میده تقسیم بکنیم. پس ما را همراهی بکنین در این کابل جایی که بیشترین نفوس بر خود جای داده اما فامیل های نیازمند هم زندگی میکنن که بر کمک نیاز دارن. پس بین هم شبشون هم روزشون رنگین بسازیم با کمک و همکاری شما. پس ما را همراهی بکنیم. خاله جان خوب هستین؟ انشالله صدمند هستین؟ چی میکنین خاله اینجا؟ خب بچه هکتان هست؟ خب اینی پیرد و اینی هم گوشت برای شما. سلامت باشین. آه یه اصوز بچه هم خاله اینه برد. یک دوانه میکنین خاله جان بر کسای کمک کرد؟ تشکر که ما به ما کمک کردیم. اسما جان تورسن و بانو عدلخوا عدلت دادخوا برای شما کمک کردن. خدا هم قبول مقبول برد. خدا قبول کن. خدا من اگم هر آرزوی داره برآورده کنه. الهی امین. سلامت باشین خاله جان. تشکر. ما را همراهی بکنم. بازوی دل ما در منطقه گذرگاه هستیم نزدیک باغ بابور و دو دونه لالاگ‌های ناز ما اینجا کار میکردن. سلام بر خودت. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی جان لالاش؟ نامت چی هست خندول؟ مرتضی جان. مرتضی جان چی کار میکنی؟ بوت‌پالشی میکنی. خانه کجاست؟ باغ رئیس. خب پدرم چی کار میکنه؟ پدرم تریاک میزنه. چی میکنه؟ تریاک. چی؟ تریاک میزنه. خب اونها میفهمن چی رقم کار است و مسافت میکنه. خب مادر است من چی تریاک میزنه. خب معتاد است. خدا شفا جل نصیبش کنه. خلاص خود تنها کار میکنی در خانه دیگه کس کار میکنه؟ بیادر یا ای بیادر اون کار میکنه. خب هر دم بیادر هستین. خب 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 نما خود چی است؟ جمیل. چی؟ جمیل. جمیل جمیل جان در آینده میخوای چی کار شوی؟ دکتر انجینر چی؟ دکتر. مکتب خو میری؟ تو خو آوردی امروز فروختی یا نه؟ خب فرنچن آره با بیدانه. خب کلا داری؟ خانه که رفتی جان لالاش اینی لباس برای خودت برای اندازه فکس است انشالله. خب یکم هم بگی پاک صفا لباس ها رو بپوش. خب و این هم مقبول زیبا خدمت خودت جان لالاش. خب و اینی گوشت هم خودت بگی جان لالاش و اینی گوشت هم تو بگی. خب مستقیم خانه برین باز بخیر شب یک جای پخته کنین بخورین. خب برین جان لالاش دیگه بخیر برین دکار دار برسین. از کجا آمدی؟ پنجم. پنجم میجید گرفتی؟ خانه کجاست؟ خانه ایتون کجاست جان لالایش؟ از اونجا کجا آمدی؟ پدر چی کار میکنه؟ مریض است. خب پدر چی مریضی داره جان لالایش؟ نفهمی؟ کمرش که برف که بود از سر دوا لفتی برفا را فاق میکرد از سر خانه افتاد پای زسنگ. خب آل تو سنا کار میکنی؟ پد بیدر نداری؟ دارم دو تا خورده از تو خورده هستن و تو کار میکنی؟ جان لالاش اینی پیرن برد و یه هم گوشت خانه ببر. خب بلند پا گرمش کنو داری ولی درستان کنی. خب یک دعا داره اسپندی یاد داری؟ مثلا تو اسپند میکنی؟ خب تو چی دعا میکنی؟ دوستای ما را کسی از ما جان که کوچک برد و بانو عدل دادخوا برتان کمک کده چی دعا میکنی برشان جان لالاش؟ بلند پا بگم مشکل هر مرادی داره برش دلش آسان کنه. آمین آفرین جان لالاش. خداوند تو را به مراد مسعودت برسانه. تمام مردم ما را و دعای اطفال به حج حسن خودش قبول میشه. آفرین جان لالاش. برو بخیر به کارتون برس خانه برو. خوب برو بخیر. آفرین.
علیکم جان. خوب هستی؟ صدمن چی کار میکنی؟ بیا گوشه بیا که مکه منی کراچونی کراچونی کار کردیم روز؟ نه اینی لباس هم بگی؟ اینی گوشت هم بگی؟ برو بخیر. آفر آفرین. دوستان عزیز شاید شما میگوین چرا ما پیرانتون بان توضیح میکنیم؟ بخاطر از اینکه شما شاید ببینید اینا شاید سالها یا ماها کالای نو نپوشن. به این مناسبت خانه کرفتی اگه همم که کالای نو دا بپوش خو؟ نامه که چی هست؟ دادولا. دادولا جان چی کار میکنی؟ ما بوتل جان. بوتل جان. خانه کجا هست؟ خانه دا تخنیکوم. تخنیکوم از اونجا جمعی؟ خب برو بخیر جان بلاش کار تا بکن. چیکار باز کوکو؟ حال بخواب. بیا که بردگ توفا آوردیم. آه. اینی کلاپوچا پوستش. یه هم کلا و پوچا و تمام چیزاش. دیمی زنگای تان خیرم قبول خواب. هم بالا با خواب قبول کنم. الهی من. کجا میری حالا بخیر؟ آز میری در جو سرای. خانه میری؟ آه سرای بخواب. خانه مجز؟ آه. بخیر بریم هم اگم. چیکار ری؟ دیمی زنگای تان خیرم قبول. ممنون شما از اون که ما را بیننده هستین. هموطنان مهربان تشکر هستم تک شما که همیشه وقت ما را حمایت کردین. بله این بار فامیل نوریه امینزاده نواسیشان اسما جان که خواستن برایشان دعا شوه و صحتمندی کامل و به امنیت و هر مقصدی که کردن خداوند متعال به نیت و مقصدشان برسونه. این بار ما یک گوسفند خرید کردیم مبلغ 9000 افغانی و مبلغ 11000 افغانی تمام مصارفشان میشد که 9000 افغانی گوسفند، 1000 بالا کسا و 1000 هم به صرف کرای موتر مجمعا 11000 افغانی را ما تکمیل کردیم. سپاس از تک شما که همیشه ما را دنبال کردین تا برنامه بعد و دیدار بعدی شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. شب روزتان خوش.